خب سلام، من سعید مسئولی هم از کافه بازار. جلسه پیش ما کلن راجع به کلین صحبت کردیم، یه سری کلیت بهش گفتیم که معماری کلین چجوریه و چیکارا میکنیم، یه مثال هم تفصیل دادیم که اونجا ما چجوری کلن کلین رو ایمپلیمنت کردیم. ولی این کلن این سری جلسه ها احتمالاً دو سه بخشه، احتمالاً سه بخشه، که جلسه اولش ارائه است که امروز جلسات بعدیش در واقع یه سری لایف کد یا حالا ورکشاپه، یا حالا من یا حالا کسای دیگه میان راجع به حالا چیزی که امروز صحبت میکنیم حرف میزنیم. یه ریویو کلا جلسه قبل بکنم. تو کلین آرکیتکچر ما فهمیدیم که یه معماری در واقع پیازی شکل بهش میگن وجود داره که لایه لایه است و یه حالا قانون رابطه هم توش وجود داره که لایه های پایین تر از لایه ها بالاتر خبر نداشته باشه، هرچی به لایه وسط میایم در واقع اون کور بیزینس ما هم لایه های بالاتر، حالا ایمپلیمنتیشن و حالا بگیم دیتابیس و چیزای این شکلی هم. و فهمیدیم که کلن کلین آرکیتکچر یه دو تا هدف اصلی داره، یکیش تست پذیری پروژه هست، یکیش هم کلن فلکسیبیلیتی. تست پذیری به این معنی که ما بتونیم راحت قسمت های مختلف پروژه رو تست کنیم، و فلکسیبیلیتی در واقع طول عمر پروژه است که ما بتونیم بلند مدت فیچرهایی که میخواییم راحت به این اضافه کنیم بدون اینکه جایش اتفاق بدی بیفته. این هم حالا شکلی بود که کلن اونکل باب حالا معرفی کرده بود که همون کلین آرکیتکچر یا حالا بهش معماری پیازی هم میگن. حالا کلن چه اتفاقی افتاد از بگیم این یک سال اخیر که ترند شده کلن کلین آرکیتکچر و حتی از جلسه قبل به این بعد. حالا قبل اینکه کلن شروع کنیم من از اتون پرسیم که چند نفر تا حالا کلن کلین آرکیتکچر رو ایمپلیمنت کردن؟ میشه دستون بیاد این بالا. حالا احتمالا وقتی ایمپلیمنت کردیم سری حالا مشکلات هم بهش خوردیم. حالا اتفاقی که کلن مخصوصا بگیم تو 2018 افتاد این بود که جتپک معرفی شد. جتپک یه جورایی سیلور بولتیه برای کلن مشکلات که اندروید قبلا داشته، مثل لایف سایکل هندل کردن، مثل حالا لایبرری، مثلا میخواستیم یه کاری رو تو بک‌گراند اجرا کنیم که مثلا ورکر منیجر اومد، یه نویگیشنی که نداشت حالا اضافه کردم بهش، یه سری یه مجموعه در واقع اکوسیستم میاد، یه سری لایبرری و فریم ورک که کمک میکنه ما یه اپ بهتری بزنیم. یه جورایی هم میشه گفت سیلور بولت، به این معنی که ما مدت دیدیم که کلی لایبرری MVP و MVP ما اینا اومده، ولی دیگه یعنی آدم نیازی حس نمیکنه که بخواد بره سمت اونها، یعنی خود جت پک کافیه برای اینا. و خب با کاترین هم یکم اینتگریت شد و یه سری کارهایی که ما تو جاوا میکردیم و بویلر پلیت بود و تو حالا پکیج جت پک با اون کاترینی که آوردن تا یه حد خیلی خوبی چیز میکنه، در واقع کار ما رو راحت‌تر میکنه. خود کاترین هم یه سری در واقع لایبرری و فریم ورک معرفی کرد و یه سری پلاگین که حالا میشه عمدهش رو همون پلاگین گریدیدی که خود کاترین آورد بگیم، که این پلاگین یه سری نیازهای ما رو مثل در واقع استفاده از باتر نایف و از مین بورد و یه سری لایبرری دیگه مثل کدینگ و کوین معرفی شد که اینا دیگه در واقع هم نیازی نیست از لایبرری انوتیشن پروسسی مثل دگر استفاده کنیم که هم بیلد تایم بده، هم حالا یکم بویلر پلیتش زیاده، و خب کدینگ و کوین اینا این مشکل ها رو حل کرده. یه سری لایبرری فانکشنال هم معرفی شد که خب فانکشنالی که چقدر خوب و اینش رو کاری نداریم، مثل ارو که حالا تو دنیای اندروید خیلی استفاده نداره، ولی حالا کسایی که بک‌اند با کاترین میزنن از این لایبرری کلی استفاده میکنن، مثلا کسایی که حالا در واقع دیتا ساینس هم کارشونه. خود کاترین گریدلش هم معرفی شد که خب یه سری فیچرها خیلی خوب داشت و خب استاتیک تایپ بود، مثل گریدر که با گروهی بود و ما نمیتونستیم حالا اوتو کامپلیت و چیزای این شکلی داشته باشیم، این دیگه داره. و اصلا مهمترش کوروتینز بود که الان به تازگی کلی مقاله میبینیم که میگن آریکس جاوا بدیم، کوروتینز بدیم، کدوم خوبه کدوم بده. اون حالا قبل شروع به کلین آرکیتکچر ما کلی سمپل دیدیم که بقیه تو گیت ها و حالا جای دیگه تو مدیوم و اینا چجوری گفتن ما
گرین آرکیتکچر رو ایمپلیمنت کردیم. یه چیزی هم خب من جلسه پیش گفتم که ما تو تپسی چجوری ما ایمپلیمنت کردیم، ولی قاعدتا همه اینا یه سری مشکل داره و حالا اونایی که کار کردن اگه الان بگم که چه مشکلی خوردم تو ادامه راه خیلی کمک میکنه که همه بدونیم که کلا گرین آرکیتکچر چه مشکلی داره. اگه کسی میخواد بگه چه مشکلی حالا کلا برخورد گرین آرکیتکچر الان میتونه بگه، به نظر هم خوبه که یکی میخواید برمید. حالا مشکلی که من خوردم شخصه این دوزا بلندتر میشه صحبت کنید. بله بله، تعداد کلاس ها تعداد کلاس هایی تقریبا خالی بودن، وزیبه خاصی نداشتن خیلی زیاد، یعنی به حدی میشد که دیگه واقعا مزاحم میشد در خود نمایی برمید. بعد مثلا برای یه سری تسکر خیلی ساده که در مورد آدی مثلا توی یک کلاس یا دو تا کلاس بیرسید میشد، وقتی میبرید سکرین آرکیتکچر میدی به خاطر درست کردن یوز کیس و کلاس های جانبیش منشود اونو 5-6 تا کلاس تقسیمش کنید که اکثرشون یا خالی هن یا کار خیلی خاصی انجام نمید. این بود یکم عمده ترین مشکلی بود که با کلین آرکیتکچر داشت. کس دیگه ای نداشته؟ اوور ابسترکشن بوده که اینقدر پروژه ابسترکت می شده که کسی از بیرون میخواسته یه چیز رو چک کنه یه چیز رو دیبا کنه من بوده همینطور لایه ها رو بکنه تا برسه به این خود اصلی که تازه کار رو انجام میده و باعث میشده فهم پروژه واسه کسی که توی پروژه نبوده خیلی سخت باشه و همچنین کد ریویو هم خیلی سخت باشه. یک کد رو میخوای ریویو کنی باید یه علم نسبتا خوبی داشته باشی از ساختار پروژه. این که کلاس های مدلت باید تابلیکل شه یکم از در آره خب یه سری یه اصلی هست کلمش میگن یعنی که در واقع اینه که شما اگه چیزی نیاز ندارین انجامش ندین چه کاری که تو کلین آرکیتکچر این مشکله هست. در واقع ما یه سری همین دوستانم گفتن یه سری اینتراکتور داریم که اصولا داره یه کار یعنی ریپوزیتوری انگار داره کار میکنه، خیلی کار لاجیک خاصی توش انجام نمیشه و مشکلش یعنی به خاطر این داره این مدلی میشه یوز کیس ما که کلا پروسه اپ زدن در واقع یه کار دیتا کانسامپشن. در واقع ما کلا داریم یه سری ای پی آی کال میکنیم یا مثلا یه چیزی رو تو دیتابیس می‌ریزیم که این خیلی کار این لاجیک خاصی نداره. اگه سمت بک اند بودیم کلین آرکیتکچر اونجا می‌ذاریم احتمالاً ما یه لاجیک سنگین‌تری داشتیم، ولی تو اپلیکیشن موبایل کلا همچین چیزی وجود نداره و همین ابستراکشن میگم که گفتن این ابستراکشن مشکلش اینه که ما خیلی داریم لایر بندی می‌کنیم پروژه رو و خیلی وقتا یه سری ابستراکشن‌ها یه سری اینترفیس‌های معرفی می‌کنیم که شاید خیلی نیازی نباشه برای ما. و از یه طرف دیگه ما اصولا بیشتر وقتمون رو مثلا فرض کنیم یکی میخواد یه اپلیکیشن شبیه ویز بزنه، کاری که اصولا داره میکنه اینه که سر و کله میزنه با جی پی اس و حالا رندر کردن تو مپ، یعنی کلا کاری که داره میکنه خیلی به اون پلتفرمی که داره پیاده سازی میکنه وابسته و این باعث میشه که ما اگه میخوام کلین آرکیتکچر بزنم خیلی اون لیر بندی و اینا برای ما خیلی معنی خاصی نداره. و یه مشکلی هم که حالا به وجود اومده اینه که اصولا همه دارن صحبت میکنن راجع به اینکه MVVM بزنیم، MVI بزنیم، MVP بزنیم، چی بزنیم، یا مخصوصا اینکه دگر یه مدتی خیلی باب شده همه میگن ما کد بریم دیپندنس اینجکشن بریم دگر، یه عده دیگه میگن نه مثلا ما بریم کدئین که کد جنریشن نداشته باشه. و حالا خود آلیس که یه بحثی رو افتاده دوباره همونجور که گفتم میگن کوروتینز بریم یا آلیس بریم، حتی میگن کاترین که یه سری اپراتور مثل فیلتر رو نمیدونن اینجور چیزا داره، خب چرا ما بیایم از آلیس جاوا از اپراتور آلیس جاوا استفاده کنیم که اونا هم کاترین داره؟ خب میتونیم کاترین رو با کوروتینز یا لایف دیتا اینتگریت کنیم و اون کارهایی که آلیس جاوا داره انجام میده رو به شکل لایت ویت تر تو خود اندروید پیاده سازی کنیم. خود آریکس هم یه مشکلی داره، آریکس چینی که میسازه کلا خیلی مموری میگیره. یا حالا یه مقاله بود که یکی آریکس جاوا با کوروتینز دو مقایسه کرده بود، تو تلاتریشن بالا کوروتینز تقریبا نصف شده بود، یعنی هم سی پی یوزیجش نصف شده بود هم مموری یوزیجش.
و دوباره این یه مشکلیه که میتونیم بگیم این هایپ شدن آریکس و اینا، یعنی اگه خیلی خوب راجبش فکر نکنیم که میخوایم تو خود بزنیم یا نه، میتونه مشکل زام بشه. همه این باعث شده که از اون فلسفه اصلی کلین آرکیتکچر که گفته بودیم که میخواییم یه اپی داشته باشیم که هم تستبل باشه هم فلکسیبل. الان اصولا اگه سمپل خود گیتاب رو ببینیم که براش اومدن با کلین آرکیتکچر ایمپلیمنت کردن، خیلی مثال تستی توش نیم، یعنی فوقش یه یونیت تست میبینیم، مثلا اینسترومنتیشن تست، یا حالا یعنی چیزی از سناریو تست رو توش نمیبینیم، که اگه بیزینس یکم گنده تر شه اینا خیلی مهمه توش. و یه چیز دیگه که حالا بازم گفتم که این آرکیتکچر خیلی بویلر پلیت داره، و مخصوصا وقتی شما میخواین یه چیزی که خیلی به پلتفرم ربط داره، مثلا هم مثال مفی که گفتی میخواین با میکیشن کار کنید بزنید، اتفاقی که توی کلین آرکیتکچر میفته اینه که کامیونیکیشن بین پرزنتیشنتون، یعنی لایه پرزنتیشن و لایه دیتاتون، خیلی ابسترکت میشه و شاید اون ابسترکشن نیاز نباشه، و این کار باعث میشه که تو تست خیلی بتونید کلن تست سختی داشته باشه میخواییم اپتون رو تست کنیم. و کلن یعنی کلین آرکیتکچر یه سری مشکلات داره، و خب خیلی بهتره که ما اگه میخواییم از آرکیتکچر بگیم به جنبه هایی بشن فکر کنیم، اینکه اگه داریم آریکس جاوا استفاده میکنیم بدونیم آریکس جاوا خوبی و بدیاش چیه، و اگه یه پروژه خیلی داره API کال میکنه یا یه اوورهد زیادی رو مثلا نتورک داره، شاید مثلا آریکس جاوا مموری که داره مصرف میکنه زیاد باشه و بهتر باشه اگه مثلا دیگه استفاده کنیم، یا حتی این ترند شدن کاتلین و اینجور چیزا یه کمکی که میتونه بکنه اینه که ما از فیچرهای خود کاتلین میتونیم استفاده کنیم و یه سری لایبرری واقعا حذف کنیم از پروژه. کلا وقتی ما میخوایم اپ بسازیم یا یه اپی درست کنیم، بحثی که همه راه میفتیم اینه که خب آرکیتکچرش چجوری باشه، ولی نکته اصلی اینه که آرکیتکچر یعنی اپ ساختن فقط آرکیتکچر نیست، ما جنبه های مختلف دیگه ای داریم که خیلی وقت اصلا بهش بها نمیدیم، و وقتی خودش رو نشون میده که پروژه کلا به یه اسکیل گنده ای رسیده باشه. مثلا مثالش میشه اگه ما فرضاً میخوایم یه اپ رایت شیرینگ مثلا تپسی یا اسنپ بزنیم، شاید اوکی خوب باشه کلین آرکیتکچر زدن باهاش، ولی خب یه سری جنبه های دیگه هم داره که اگه به اونا توجه نکنیم تو اسکیل بالا باعث میشه که اپ نیاز بشه ریدیزاین کرد. اتفاقی که مثلا اوبر افتاد و اوبر سه بار اپش از اول زد به خاطر اینکه یه معماری آورده بودن بالا، اکثرا هم شبیه MVP و MVVM و اینا بودن، ولی بعد یه مدت به نتیجه رسیدن که تعداد فیچرهایی که دارن دیولپ میکنن با اون باگایی که داره ریپورت میشه زیاده، و خب این کار باعث شد که اونا یه بار یه اپ رو بزنن با یه مایندست دیگه. کلن هم آرکیتکچر کلن دوتا خوبی داره، یکیش همینه که ما اپ تستبل داشته باشیم، اما باز دوباره همون فلکسیبیلیتی که این تو طول عمر خیلی تاثیر میذاره. و یه چیز دیگه هم کلن باید توجه کنیم، این که کلن سیلور بولتی وجود نداره آنچنان. سیلور بولت به این معنی که اگر یکی میگه آریکس جاوا خوبه و یکی دیگه مثلا میگه کوروتینز خوبه، حرف جفتشون درسته، ولی تو کیس خاصی حرف درسته، و این یه مشکلی که اصولا هممون دوچار بشیم و فکر میکنیم که اگه الان جت پک اومده باید کل پروژه‌مون مثلا با جت پک بزنیم، مثلا یه لایبرری خوبی اومده حتما باید از این استفاده کنیم، ولی یه همچین چیزی واقعا وجود نداره، و واقعا باید ببینیم که اون پروژه که داریم استفاده میکنیم نیاز داره به اون، نیاز نداره، یا همون دوباره اصل یقین که اگه شما دارین یه چیزی رو استفاده میکنین آیا واقعا به این نیاز دارین، یا میتونین با یه چیز دیگه یکم سبک‌تر بزنین یا نه، یعنی که چون همه دارن میگن این خوبه دارین استفادهش میکنین. همون جوری که گفتم آرکیتکچر و اپ زدن فقط آرکیتکچر نیست، من یه همچین شکل رو درست کردم که داره میگه که ما وقتی میخواییم اپ رو شروع کنیم به زدن بخش مختلفی داره، که حالا اگه ببینیم کلا سه تا بخش چپ و وسط اون راست، اینا یه سری کلا یه هر کدوم یه بخش جداییه که به اون یکی کاری نداره. از سمت چپی بخوایم شروع کنیم، ما وقتی که میخوایم شروع کنیم کلا اپ بزنیم، اول کاری که میکنیم میایم یه بیزینس لاجیکی که حالا بهمون گفتن رو میاریم و یه دسیژن روش انجام میدیم و میفهمیم که نیازی که بیزینس از ما داره چیه دقیقا، و
از روش ما میاریم دیتا مدل ها، حالا اون ریپوزیتوری هایی که تو دومین میزنیم مدل میاریم که خلاه یه دید داشته باشیم که قراره چی کار کنیم و بعدش میاریم حالا آرکیتکچرمون رو درست میکنیم، یعنی لیر بندی میکنیم، کدا رو میبریم، مثلا پریزنتیشن دی مدل ها میاریم اینجا، یا میبریم بخواییم دیتا لیر رو ایمپلیمنت کنیم اونم میبریم اونجا میذاریم و حالا برای هر لایه میاریم تست مینویسیم. این یه بخشیه که توش حالا همون اندروید استیکی و آریکس جاوا و دگه و حالا از لایبرری تست رو الکتریک و استرچر که استفاده کنیم، اینا کلا میشن یه بخش، یعنی یه کامپوننت از اون چند تا کامپوننتی که ما می‌خوایم برای ساختن یه اپ استفاده کنیم. یه سری دیگه بهش میگیم کراس کاتینگ کانسرن که حالا تو اینجا یه پارادایم دیگه میاد اسپکت اورینتد پروگرامینگ که ما تو اپ یه سری کارا داریم می‌کنیم که خیلی به مموری ربطی نداره. مثلا فرض کنیم بخوایم اپ رو دیباگ کنیم، مثلا لاگ بنویسیم، این لاگ نوشتنه اگه بخوایم لاگ بنویسیم خب برای همین کلاسامون داریم می‌نویسیم و این لاگ اگه بخوایم تر مثلا فرض کنیم داریم با تیمبر استفاده می‌کنیم، ما بعد یه مدت بنشون می‌سیم که مثلا لاگ رو تو فایل هم ذخیره کنیم. کاری که باید بکنیم که تو تک تک کلاس پروژه‌مون و تک تک لایه‌های پروژه‌مون تاثیر می‌ذاره و این مدل ریفکتور کردن به مموری خیلی ربط نداره، یعنی شاید اگه مموری ترتمیز باشه راحت تر کنه کارمون، ولی باز با این حال خیلی ربطی نداره. یا مثلا ما بخوایم آنالیتیکس بنویسیم کلا یه ابزار متفاوتی کلا نیازه، یعنی کارهایی که توش باید بکنیم به مموری واقعا باز اینجا ربطی نداره. یا باز یه سری کارهایی که از جنس پلتفرم مثلا فرضا می‌خوام یه دانلود منیجر برای اپ بنویسم، این کاری که بخوام اینجا بکنیم خیلی وابسته به اون استیکی و پلتفرمیه که داریم. یا حالا یه بخش مهمتر که کلا پروسه سی آی سی دی و بیلد اپ که دوباره ما اگه بخوام همچین چیزی رو بیاریم تو پروژمون کلی کار باید بکنیم که هیچ کدومش هم به مموری و حتی اگه مموری اونم باید باشه باز هیچ ربطی نداره. اونجا یه ساس نوشتم، ساس برای سکیوریتی تستینگه، حالا میشه بهش گفت کد آنالیسیس هم میشه، مثلا ابزار مثل پی ام دی و اینا، که این کامپوننت هم برای خودش یه سری دغدغه‌ها داره. مثلا اینکه ما سی آی سی دی بخوایم بنویسیم چجوری یه سروری داشته باشیم کدمون رو تست کنه، کدمون رو دیپلوی کنه، یا چجوری کدمون رو آنالیز کنه و حالا اون بیلد سیستمی که داره مثلا گریدل، میبل، هر چی که هست، دوباره این مدام یه سری مشکلات داره که باز اینم به مموری ربطی نداره. یعنی اینکه همه ترند میشن که میگن ما باید مثلا اپو کلین آرکیتکچر بدیم یا ندیم یا هر چی، یه بخشی از اون مسئله اپ ساختن ماه. و بعضی وقتا اگه ما مثلا فرضاً اگه لاگ درستی تو اپ نداشته باشیم، اگه بیزینسمون خیلی وابسته به این باشه که بخوایم بدیم اگه مثلا مثالش میشه تپسی، اگه یوزر مثلا راننده یه رایت پروپوزال یا علی گرفت یا چرش کرد اپ، ما باید بدونیم، چون اگه ما این باگ رو نتونیم کش کنیم اتفاقی که میفته اون راننده دیگه از بیزینس استفاده نمی‌کنه، یعنی میره سراغ یه رقیب دیگه. و یه مسئله مهم توی همچین اپایی میشه پروسه لاک کردن اپ که باز این خیلی به مموری ربطی نداره. یا اگه یه تیم خیلی بزرگی داشته باشیم که مثلا با 20 تا اندروید دیولپر داریم کار می‌کنیم، تیم کیو ای داشته باشیم، داستان این شکلی سی آی سی دی خیلی براتون پررنگ میشه، چرا که شما میخواین اپو خیلی بتونین اتوماتیک به دست کیو ای بدین، به دست پی ام بدین، یا کسایی که میخوان کنه اپو تست کنن یا ریلیز کنن. حالا ما کلا توی این ارائه بعدی کاری که میخوایم بکنیم اینه که همه این پارادایما و این کامپوننت ها و چیزایی که کلا گفتیم مشکلاتی که وجود داره رو به شکل یه اپ بزنیم که احتمالاً این جلسه حالا که نمی‌رسیم کلا شروعش کنیم، صرفاً یه آشنایی داریم که می‌خوایم چیکار کنیم، ولی از جلسات بعدی حالا به صورت لایو کد یا حالا احتمالاً ورکشاپ ما قسمتی که گفتیم همون در اون کامپوننتایی که تو شکل اپ دیدیم و می‌خوایم اون رو ایمپلیمنت کنیم و تهش به یه اپی برسیم که هم سی آی سی دی داره، هم نمی‌دونم لاگ داره توش، هم اینکه یه مموری داره که حالا از جنس بگیم حالا این اندروید آرکیتکچر کامپوننت چیزایی چه. کاری که میکنیم اینه که یه اپ میخواییم بزنیم مالتی پلتفرم تور که رو تی وی و موبایل و ویب کار کنه و در فاز اولش هم حالا یه API هست اسمش تی وی میزه که حالا API فری هم هست، یه سری
در واقع یه سری چیزا مربوط به سریالای اروپا و آمریکا رو میگه که پخشش کیه و نمیدونم ریتش چقدر و بازیگرش کنه، یه همچین چیزیه. کاری که میخوایم تیم اپ بکنیم اینه که اینا رو این در واقع ای پی آی رو میخوایم بیاریم و تو اپ ما بتونیم لیست سریالا رو ببینیم، حالا اگه اون چیزی که مورد علاقمونه فیوریتش کنیم و حالا یه نوتیفیکیشن نیم ساعت قبل پخش مثلا بفرستیم. ابزاری هم که میخوایم بریم کلا کاتینه با معماری همین کلین آرکیتکچر هم هست و حالا با یه ریویژن روش که گفتیم اون مشکلایی که داریم مثل اینتراکتور، مثل حالا اون بویلر پلیت هم یه جور میخوایم هضمش کنیم واسه و پروسه تست هم داریم، از این تست تا سیستم تست و کلش رو توش داریم و با سی آی سی دی هم اینتگریتش میکنیم. سی آی سی دی هم سرکل سی آی که احتمالا توی ورکشاپی کلا یاد بگیم اگه بخوایم پروژه ای بزنیم چجوری با ابزارهای این شکلی کار کنیم و کدش هم رو گیت هاب هست، این آدرسشه که من هنوز خالیه ولی از فردا یه سری توش پوش میکنم که برای جلسه بعد بتونیم رو کدا یه سری کار بکنیم. کلا استکی هم که گفتم میخوایم کار کنیم کلا این لایبرری هاست و حالا این ابزار هاست که برای بخش کلا پریزنتیشنش ما از آرکیتکچر کامپوننت و لینک بک و وربل استفاده میکنیم که لینک بک برای تیویه و وربل هم برای در واقع ساعته. برای دیپندنس اینجکشن از کوین میریم که احتمال ارائه بعدی یه مقدمه به کوین بگیم که چجوریه و چه خوبیه نسبت به دگر داره و چه بدیه نسبت به دگر داره. کوین یه نکته مثبت که داره یه جورای شبیه سرویس لوکیتوره ولی خوبیش اینه که هم رانتایمه هم شما دیگه کد جنریشن نداری، یعنی بیل تایمتون میره بالا. همین که خیلی با کاتلین فرندلیه، یعنی دیگه نیازی نیست انوتیشن رو به کار ببرین، صرفا با دلیگیشن رو حالا مستقیم میتونین رفرنس اون آبجکتی که میخواییم رو بدین و حالا بلاید که هیچی بین آریکس جاوا و کوروتینز احتمالا کوروتینز رو بدیم چون که فکر کنم در بعد یکی بچه ها میخواست که کوروتینز هم بیاد بگه که کوروتینز هم یه حالا مقدمی بهش بریم که چقدر بهتر از آریکس جاوا میتونه باشه یا نه و حالا رتروفیتینا هم که هیچی و سمت حالا تست از اسپرسو رو با الکتریک استفاده میکنیم و ماک برای ماک کردن آبجکت ها که با ترکیب این ستا ما در واقع یه پترنی هم توش معرفی میکنیم که چجوری بتونیم سناریو تست بنویسیم برای اپل و ابزارهای لینت و دیتکت اون قسمت همون اسلاید قبلی که بود سکیوریتی تستی برای اونجا کاربرد داره که خود آنالیز میکنه و حالا بد اسمیلایی مثل اینکه مثلا یه جایی یه لیستی رو که مثلا لیک داره رو مثلا تولید کردیم یا یه جایی اسم متغیری که استفاده کردیم اشتباه، اینا رو یه ریپورتی میده و حالا از تستامون هم یه کاوریج میده و اینا رو میتونیم به شکل حالا یه ریپورت مثلا ببینه. یه دیولپر ستینگز هم درست میکنیم، کارش اینه که حالا نمیدونم دیدیم اینو یا نه، یه چیزیه که تو نسخه دیبای اپ درست میشه و کارش اینه که لاگ اپ رو نشون بده و اگه لیکی رخ میده نشون بده، اگه اون هش اون کامیت رو نشون بده، آدر اون در واقع ریلیز رو نشون بده، ورژن اپ رو حالا لاگ رو خود اپ بتونه نشون بده یا فایلش رو بفرسته. یه کار اینطوریه که برای دیولپر خوبه، مثلا بتونه آدرس سایت رو عوض کنه. این کاریه که اونایی که حالا توی تیمای گونده تری کار کردن این مشکل رو دیدن که میخوان اپو بدن به تیم بکر مثلا تست کنه، میتونن یه نسخه دیباگ درست کنن و تون خیلی راحت مثلا آی پی رو عوض کنن یا آدرس سایت رو عوض کنن، پورت رو عوض کنن و بدن به بک اندیا باش کار کنن. اون ماک نوشتیم که جدید بیشتیم؟ نه، چیده؟ M-O-K-K نه، تو گیتاب هست؟ تو گیتاب هست، ماک. چیزی که داره اینه که برخلاف ماکیتون که ما میمدیم ماک مینوشتیم خیلی به زبان عامیانه، سینتکسی داره خیلی زبان عامیانه طوره و یه سری فیچرها داره مثل ماک کردن آبجکت و کامپنیون آبجکت ها که اینا با ماکیتون قابل انجام نیست، یعنی باید یه پلاگین پاور ماک روش بریزیم یه سری کانفیگ هم روش انجام بدیم. حالا شروع کنیم کلا میخواییم توی این اپ چیکار کنیم. قسمت اول اپ ماژولاریتیه که اینم دوباره یه چیزیه که الان که بریم تو میدیوم حتی کنم یکی بچه اینجا هم یه بلاک پست راجع بهش زده بود
که چجوری اپمو ماژولار کنیم و هر کی اینجا یه چیزی میگه، یکی میگه که ما میخوایم با لیر ماژولار کنیم، یکی میگه نه هر فیچر ما یه ماژولش کنیم و بعد تشینا رو هم دیگه وصل کنیم. هر کدوم از اینا یه خوبی بدیایی داره. اگه بخوایم از خوبیای لیر کردن بگیم اینه که خب هر در واقع هر سناریو برای خودش توی لیر، یا مثلا سناریو مربوط به پرزنتیشن توی لیر، و خب میدونیم کل کد اونجا مثلا باید یو آی تست براش نوشته شه، یا دومین فقط یونیت تست نیازه، یا مثلا تست دیگه نیاز نیست. بای فیچر ماژولار کردن خوبیش اینه که اسکیل پروژهتون زیاد شه، یعنی خیلی فیچر زیاد به پروژهتون بیارین، احتمالاً این مسئله بیگ تایم، یعنی بیگ تایمتون هی داره زیاد میشه. فیچر کردنش اینه که اگه شما دارین مثلا فیچر مثلا سرچ دارین تحلیل و اعمال می‌کنی، کلاً نیاز نیست از اول ران شه، یعنی بیگ شه، فقط اون فیچر سرچ بیگ میشه و خب بقیه از کش خود گریدل استفاده میشه و خیلی سریع‌تر میشه همه چیز. چیزی که تو این پروژه سمپلی که قراره تو حالا تو چند جلسه با هم کار کنیم، یه همچین شمایی داره ماژولاش که موبایل و تی وی اوور همون لایه پرزنتیشن مونه که توش ویو مدل ها و اکتیویتی ها و فرگمنت ها کلا چیزا مربوط به یو آی توش هست، و اینجا ما یونیت تست احتمالا خیلی کم داشته باشیم، بیشتر یو آی تست و سناریو تست داریم. بعد لایه دومین هم که همون در واقع بیزینس لاجیک قضیه است، و تو اینجا احتمالا یه سری یونیت تست داشته باشیم، و این ترکتور هم احتمالا همون یوز کیس و این ترکتوری که گفتیم بولین پلیت هم مثلا احتمالا تو این اپ نداشته باشیم، و حالا با پترنای دیگه که آشنا میشین تو صحبت میکنیم. لوکال و ریموت هم دو تا لایه ای هم که در واقع تو دل خود لایه دیتا هم. که دیتا در واقع حالا جبتر میگیم چی کار میکنه، که لوکال و ریموت هم یکیش برای استوریج این اپه که اگه بخواهم تو دیتا هایی ذخیره کنیم، ریموت هم برای کلا کار با حالا نتورک و اینجور چیز هست. از بیزینس لاجیک شروع کنیم، ما بخواهم اپو شروع کنیم دوباره میشه هم کامپوننت سمت چپ که تون شکل دیدیم که حالا از آرکیتکچر اپ ما میگم ریکوایرمنت ها رو کلا در میاریم، یعنی میگیم اون ای پی آی رو میخونیم میبینیم که چه چیزایی داره، و تهش انتیتی ها و حالا ریپوزیتوری که میخوایم و توش درست میکنیم، و کلا این یعنی شروع از بیزینس لاجیک این خوبی رو داره که ما دقیقاً درک میکنیم که اون اپ ما در واقع میخواد چیکار کنه. حالا لایه ها ابستراکشن دیگه هم که نیاز باشه تو اینجا انجام میدیم. همونجوری گفتم اینجا نمیخوام کنن یوز کیس بیاریم، ریپوزیتوری میاریم، و برای یه سری چیزایی که اگه بگیم یه کاری که داره چند تا لاجیک تو خودش انجام میده رو با پترنای دیگه، مثل حالا خیلی زیاد پترن مثلا گیتوی، پراکسی، سرویس، چیزایی مدلی هندلش میکنیم. کلاً این مدلی میشه، یعنی در واقع ما فرضاً ای پی آی دیدیم، فهمیدیم که یه تی وی شوی وجود داره که یه همچین پراپرتی ها داره، و بعدش حالا شروع میکنیم انتیتی ها بعدی رو توش اضافه میکنیم، و همینجوری میگیم تا تمام انتیتی هامون تو لایه دومینمون کامل شه. و خب دقیقاً میفهمیم که ما اون اپی که داریم میزنیم چه مدل هایی داره تو کل اپ، و بعد شروع کنیم حالا ریپوزیتوریایی که داریم و توش پیاده سازی میکنیم، مثلا یه همچین چیزی که تا اینجا ما تونستیم اون لایه دومینی که داریم و تا یه حد خوبی در بیاریم. قدم بعدی میشه در واقع پرزنتیشن و دیتا لایه. نکته که اینجا وجود داره و احتمالا هم سمپلی حالا تو اینترنت من پیدا کردم راجع بهش اینه که آرکیتکچر کامپوننت با ورو تی وی کامپتیبل، و ما میتونیم از آرکیتکچر کامپوننت برای ویو و تی وی استفاده کنیم، حتی برای آی او تی هم میشه از این استفاده کرد، مثل چیزاش کامپتیبل مثل لایو دیتا و اینا. کاری که باید تو اینجا بکنیم احتمالاً هم ریزه اینه که ما تو اکتیویتی ها ویو و حالا تی وی یه دونه لایف سایکل رجیستری میایم اضافه میکنیم که این باعث میشه کامپتیبل شه با کل اون لایو دیتا و وی مدلایی که داریم. و توی تی وی هم همینجور، تی وی خودش پری دیفاین ساپورت میکنه، صرفا کافیه اینجا ما بیاریم وی مدل هایی که تو آرکیتکچر کامپوننت هست و توش بیاریم، و تا اینجا ما میتونیم کلا چیزایی که از آرکیتکچر کامپوننت داریم و تو کل این سه تا در واقع پلتفرم بیاریم،